تو اولین خبر خبر آخر ساله که نشون میده که حتی هم که دید مثبتی داشتیم برای سال 2021 برای آلت کوین زیاد ندیدیم. دیدیم حالا بیت کوین 63 زد، 69 زد، اما موقعی که 63 ریخت چند تا از این آلت کوین ها ندیدن آلت هایشون رو دوباره. اما از اون طرف گفتن چیزای مثبتی که دیدیم، دیدیم که اون تعدادی که بیشترین بیت کوین ها رو داره 16% والتاشون بیشتر بزرگتر شده. سو آدمایی که بالای 1000 تا بیت کوین دارن والتاشون بزرگتر شده. سو تقریبا با average of 16% increase شدن. اوکی سو اون ویلای که اون بالا هستن دارن بیشتر خرید میکنن. سو این دیده 2021 بود برای کلی. خبر دوم از خبر از رئیس FTX، همون توکنش FTT میاد و میگه چیزایی که میخواد نگاه کنه برای سال 2022 بیشتر برای صرافی خودش نبود، بیشتر برای استیبل کوین هاست. گفته میخواد دیدشو و کمکاشو بذاره برای ارزهای استیبل کوینز، چون اولش این استیبل کوینز ها مشکل پیش اومده و همیشه یه آربیتراژ هم داره. میدونی مثلا من تو انگلیس حالا یه پوند میشه $1.13 یه چیز اینجوری میشه، اما کسی تو هند باشه حالا آربیتراژ داره دیگه، یه مقداری درصدی داره از اون طرف که حالا من میخوام عوضش کنم به اون ور و از اون تبدیلش کنم به یه جای دیگه. اگه من مثلا از هند تبدیل کنم به US dollar رو تبدیل کنم به چین و از اون به پوند، حالا یه آربیتراژی داره که دوباره میتونم برگردم به اون چیزی که اول بودم. حالا هیچ مشکلی نیست، اما خوب شده که آقای سم داره دیدش رو میذاره بر استیبل کوینز ها که میخواد شبکه رو کوبک کنه برای پول جدید. خبر سوم از crypto.com مد. این crypto.com بهتونم گفتم همجوری خبر براش میاد. امروز هم خبرش این مده که پارتنرشیپ گرفته با یه فوتبال تیم، Angel City FC. حالا تیم بزرگی هم نیست، اما همجوری دوست داره همجوری پارتنرشیپ های همجوری الکی الکی داشته باشه، چون گفتم که حتی الکی الکی هاش براش آرسون تره، چون میخواد conversion rate ROIش رو بیاره بالاتر. تیم این فوتبالیست حالا لویل فنز دارن دیگه، پس اون لویل فنز ها میرن برای چی؟ میرن برای crypto.com. اوکی اما یه خبر دیگه هم داریم در مورد crypto.com، همین الان مد بود اما خبرش هنوز نیومده بیرون. شنیدیم که برای این سوپر بول که توی امریکا هست crypto.com و FTT ادزاشو پول ادزاشو دادن و گفتن بالای میلیون هاست. حالا فکر کنم بالای 5-6 میلیون هست برای 30 ثانیه تو در تلویزیون در موجب crypto.com، راجب crypto.com. سو ببینیم چی میشه حالا تا این سوپر بول اتفاق بیفته، ببینیم چی میشه. حالا میریم برای آنچین دیتا امروز. آنچین دیتا امروز خیلی یه جاهاش میخوام بگم ناراحتم کرده، not really، یه جوری اینجوری شده. حالا اما بهتون توضیح بدم، تو این 7 روزه تقریبا نزدیک 70، واسه بدم درست بهتون بگم، نزدیک 62,000 تا بیت کوین فروش رفته. اوکی تو این 7 روزه این خیلی زیاده. حالا امروزش هم 7,000 تا فروش رفته. حالا این از صرافیات کجاها داره میاد؟ از خود بایننس داره میاد و اف کورس میتونی بگی حالا هم میتونی بگی حتی هم هوبی هم داره میزنه داره میفروشه، 50-50. حالا یکی از این صحبت این هست، چون ما چند روز پیش یه پست کردم که یادتون نره که چین داره خروش میزنه از بایننس و هوبی سی ای کوم، و این چند روز پیش بود که همون موقعی که هم 52 بودیم 53 بودیم بیت کوین، مثلا این خبر یادتون نره که شاید یه فروشی بریم که یه ذره یه دونه دیدی اینجوری داشتیم براش. اما الان دیگه ریخته و دیگه 3 روزی مونده برای این بیت کوین برای ماهانه سالانه.
اما از اون طرف که مردم فروختن ایتریوم رو خریدن، حالا پول از کریپتو خارج شده، نسکای 200 میلیون دلار که میبینین هر روز، حالا اون موقعی ما بودیم از هفته پیش دیدیم که هر روز داشتن میفروختن. اوکی، اما چیزایی که مردم خریدن، لینک خریدن 2.5 میلیون دلار، مانا خریدن 1.5 میلیون دلار، و بقیه چیزها، سوشی هم 10 میلیون دلار خریدن. سوشی، آره 10 میلیون دلار سوشی خریدن. اما به ارزهای دیگر همه چیز رو فروختن، یا اصلا یه جوری خریدن که اصلا معنی نداشته باشه. سو میبینیم که هم کم پوله، هم کم تعداده. الان یکی از دوستام داشته چک میکرد این وبسایت ها رو، مثل کوین تلگراف، کوین دیسکاوری، همین وبسایت هایی که اخبار میفروشن به مارکت، دیدیم که تعدادشون خیلی کم شده تو این ماه. تو این ماه دسامبر اگه میخواستی نگاه کنی که ماه سامر 2021 بود، دیدیم که بالای 800% ریخته جمعیت کریپتو. حالا از یه وبسایت داری نگاه میکنی، 800%، جیزوس کرایست. الان اصلا بگو از روزی نزدیک 1 میلیون نفر رد میشه از یه وبسایت، الان شده نزدیکای 20,000 تا روزی. تعداد کریپتویی کم شده دوباره. برای چی؟ چون مردم پول ندارن، سواد ندارن. اوکی، حالا یه آمدن الکی یه میلیونر فکرن میشن اوورنایت. این هم یکی از این چیزاست که کریپتو نشونه که میلیونر اوورنایت هیچ وقت اینجوری نیست. حالا کل کریپتو مارکت داره اینجوری میبینه. حالا یه مقدارش هم میتونیم بگیم چون بیکار مردم شدن از سر کارهاشون و تورم رفته بالا، وقتش هم دیگه نداره، یا میتونیم بگیم چون لاکداون دیگه نیست، مردم دارن سر کار، اونا که سر کار دارن. اما الان لاکداون هم شاید بیاد دیگه، ببینیم چی میشه. حالا برای 24 ساعت امروز ببینیم کیا تو سود هستن و کیا تو ضرر هستن. میبینیم که آیوتا 5% تو سوده، سوشی 2.5%، و آف کورس این کوین این یکی دوتا 1% و دلار. و کوین هایی که ضرر داده 17%، کادنا، فورچین 17%، گالا 15%، آی سی پی 14%، چین لینک 14%، کاسموس 14%، کامپاوند 14%. بیشتر کوین ها همشون فکر کنم امروز 14%، 14%، 14%، 14%، 12%. دیگه تقریبا هر چی بجز همین هر روزی داشته باشی به جز آیوتو و سوشی تو ضرری تقریبا. So there you go. اینم برای دید top 100 market. Okay. Which is quite horrible and shocking. But anyways. نگاه میکنیم برای چارت امروز. So این چارت. ببخشید این 5 دقیقه بود. داشتم 5 دقیقه رو نگاه میکردم. So میخوام اولش اینو بکشم به یک ماهه. هم اولش به ماهانه یه چیزی نشونم. بازو به این حرفام تکواریه، چون دوستان که گوش کردن میدونن چه اتفاقایی میشه. اولش بعد بدونیم که برای این ماهانه کندل، حالا یه اسنینگ ترینگل هست درسته، اما یه چیزی که میخوایم پوزیتیو باشیم برای حداقل هم سالو ببنده هم ماهانه رو ببنده، هنوز حرفم همونه که بالای این خط قرمز بد باشه. حالا این به ماهانه اینجا هست، حالا تقریبا اون 48783 تا بعد بالا اینجا باشه. حالا 3 روز و 5 ساعت مونده. اونایی که دوستان که یادشه که قبل از کریسمس من بهتون گفتم که بهتر هست که بریز مارکت، پامپ نشه. حالا پامپ کرد، زودی هم ریخت. خوبیش اینه که زودی هم ریخت، چون اگر فردا میریخت دیگه امیدی نداشتیم. اما زودتر ریخت و از هنوز 3 روز مونده، میتونه زودی این مارکت عوض بشه بر ما. حالا من میخوام اینو بکشم به روزانه. یس، زیاد مردم فروش زدن، زیاد همه چیز روشه، اما میتونیم یه جاهاش هم یه حمایتی هم همینجا پیدا کنیم. آره میدونم اگه من اینو بکشم به 4 ساعته یه امپکتر اینجا ساخته، ما از صبح داشتیم نگاه میکردیم گفتیم اگه این خط اینجا بش کنه دیگه میریزه دیگه، تقریبا ریخت. اما is no problem برای این کار. حالا میخوام به روزانه یه چیز نشون بدم. حالا ما میدونیم به روزانه بیشتر فردا میریزیم، حالا دپند میکنه که چجوری امروز ببند، چند ساعت دیگه 4 ساعت هنوز دیگه مونده. تقریبا
همینجا که الان هست نباید اینجا ببنده و خودشو بکشه بالا، حداقل خودشو بکشه به 47900 تا، اوکی میشیم. یه 200 تا از اینجا بره بالا اوکی میشیم. اگر بریزه، اگه همینجا ببنده، مثال میزنم که 400 دیگه همینجا ببنده، تقریبا یه 500 دلار دیگه میریزه. سو بیشتر میریزه. حالا حتی هم دیده همه این ایندیکیترهای RSI، On-Chain Data، Squeeze Mob، Fundamental Analysis، Sentiment Analysis، آدم هایی که تعداد تو کریپتو هستن کم شده، پول کم شده، حتی والیوم هم داره همش میمیره. Okay. So همین اینا رو داریم نگاه میکنیم. میدونیم پس اگه همین جام ببنده یه 500 دلار بیشتر میریزه فردا، این 100 درصدیشه. حالا اگه همین همینگاتاش هم بشکونه دیگه میتونه کل این ام پترنش هم کمپلیت بکنه. این ام پترن هم که ما بکشیم، بذار من براتون بکشم تقریبا. اوپس، به این پترنش نشون میده که تا باید برسه به 46548 تا، اما اگر تا اینجا نرسه دیگه اوکی. سو let's see what happens برای این اتفاق. Let's move on. Let's go for Ethereum. بریم برای Ethereum که چه خبره. So میبینیم برای Ethereum که Ethereum زودتر ریخت، اما پترنش هم کرده. بس ببینیم پترنش هم درست کرده، انجام کرده. آره پترنش هم انجام کرده، تارگتش هم زده. حالا خریدار هم توش هست که دیدیم که امروز 5000 تا ایتریوم خرید شده. بیشتر مردم دارن ایتریوم میخرن. حالا دو بازوری اینم میکشم به روزانه. یه ذره ایتریوم یه ذره فرق داره، حتی اینجوری دارم نگاهش میکنم، حتی اینجا هم ببنده حالا بعد کندلش خوب نیست. این کندلی که انقدر ریخته به آنچین دیتاش معنی نمیده، چون 7% ریخته اما هیچ کس نفروخته. میدونی جالبه برای ریختنش، چون حتی هم هر جا اینجا ببنده فرق نمی کنه، چون این خط سبز اینجا یه حمایت هست که یه بار دیگه بعد اینجا رو بعد برگردونه برسه به اینجا. سو یه 100 دلار بعد پامپ بکنه برای فردا. اوکی سو به 3000 و حالا 3900، حالا یه ذره زیرشه، 20 دلار زیرشه، اما تقریبا یه باونس ازش بعد ببینیم. اوکی اینم به روزانش. حالا به ماهانه هم میخوام نگاه کنیم، یه things will get a little bit spicy. حتی به ماهانه نگاه میکنیم اوکی، مثل بیتکوین نیست ایتریوم، هنوز همین خط سبز که دارم بهتون میگم حتی تو ماهانه هم داریم نگاش میکنیم. حالا بهترین حالت ایتریوم میگیم که حتی مگه اینجا هم ببنده اوکیه، اما بهتره که بالای 4000 تا ببنده برای سال و ماه. اوکی 4000 تا ببندیم، میدونیم که اتفاقای خیلی خیلی خوبی. اگه زیرش ببنده برای ایتریوم میذاره فرق داره، زیاد فاد اجاش ایجاد نمیشه. حالا برای بیت کوین بذار بیشتر میاد ازش بیرون. بریم برای ارز دیگه، بریم برای BNB. سو ببینیم که BNB به کوتاه مدت، حالا دیگه تا BNB هم بذار من بکشمش به روزانه. سو ببینیمش حتی به روزانم که نگاش میکنیم اوکی یه ذره دامپ شده. حالا حتی هم اینجا ببنده به روزانش، خودش میکشه به 520، حالا 10 دلار دیگه از اینجا باید بریزه، اما خودش هم اینجوری نگه داشته. میبینی تو این حالا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 تقریبا تو 23 روز گیر کرده تو این قیمت 570 و 515 دیگه. بدون همش تو این رنج مونده، حالا حتی هم تو این رنج هست همش داره لور های میکنه. میبینی لور لو، لور های، لور های، لور های، همجوری داره میره بالا و بالا و بالا. و میتونه دیدش هم یه دونه اسلن ترینگل هم شاید ازش میتونیم بسازیم اگه چیز اینجوری باشه. در یو گو برای بلند مدت. اوکی حالا اگه این اتفاق براش بشه یه ذره بیشتر کنسولیدیشن باشه اوکی. حالا میبینیم چی میشه اسپشال برای بی ان بی. حالا به ماهانه نگاه میکنم، ببینین که بی ان بی ماهانش اوکی، هیچ مشکلی نره، همینجا ببنده یا یه ذره بره زیره، اصلا ببنده سالو و ماهو تو 525 و اوکی هنوز، اما زیر 525 ببنده دیگه
یه ذره بیشتر دیگه میفته دیگه، شاید به 460 تا برسه، اما همینجا الان هستش. حالا 10 دلاره، حالا چیزی نیست اما اوکیه و هیچ مشکلی هم نداره. 3 روز دیگه مونده برای این بی ان بی. حالا میره به ارز ایدا. دیدین که تو این ایدا تو این چند روزه خبر زیاد ازش مده. چارلز رفته لایف، همجوری که گفتم بهتون که بعد بره لایف. دیدین که رفت لایف، پرایسش هم پامپ شد، یپی یپا، خیلی خوب شد براش. سو حالا حتی که پرایس رفته بالا به 1.63 و برگشته پایین، بدونین که حالا ما پلنزای کاردینال رو میدونیم و یه مشکلی که داشته بودن که نمیدونستیم پلنزاش چیه و پلنزاش رو گفت میخواد دیفای کمک کنه. حالا دیدیم این شبکه های این مرچنت ها ایدا رو قبول میکنه و این دپس ها برای سال 2022 خیلی دارن که میخوان بیان بیرون، مثل خود این ارز WMT، ساندی سواب، همین ایدکس، حالا همین ارزا با کاردانا هستن و همین ارزای کوچولو ایجاد بشن به چیزهای گنده که کمک میکنن به شبکه کاردانا رو. حالا به کوتاه مدت به روزانه بیدونیم که اگر زیر 1.38 باشه بیشتر میریزه unfortunately و میریزه به 1.34. حالا 5 سنت باهاش فرق داره، اسپشال اگر روزانه رو همینجور ببنده. حالا به ماهانه نگاه میکنم، دیدم که حتی تو ماهانه هم اوضاعش خوب نیست، چون تو ماهانه نشون میده که بعد تو این 3 روزه بعد بالا 1.43 باشی. اگر نباشی امکان داره که تا 1.31 رو یه بار دیگه ببینه و از اون برگرده به بالا. اگر هم نبینه میرسه به 1.23، 1.23، 1.25. اوکی، سو سعی کنه برای ماه و بالا 1.42، 1.43 ببنده، اوکی میشه. اوکی سو عزیزان، اینم شد برای امروز.